با سلام و درود و سرویس خبر این ساعت و شبکه جهانی هزار ورلد با من بلقیس بهار و همکارم خوش آمدید. جعفر مهددی. مذاکرات پنهانی میان مقامات حکومت سرپرست و سیاسیون فراری افغان. منابع میگویند رنجر طالبان یک جنرال حکومت پیشین افغانستان را در کابل زیر گرفته و کشته است. طالبان در بلخ یک برنامه تفریحی را برهم زدند. انفجار در لوای طالبان در بادغیس، افراد ناشناس بمب دستی پرتاب کرده اند. رئیس پارلمان ایران در حالی که خودش پیلوت طیاره حاملش بود وارد لبنان شد. و در اخیر جنبش تحفظ پشتونها، جرگه قومی به دلیل تراکم جمعیت و ناهماهنگی ها به تعویق افتاد. مشروع اخبار. جعفر مهددی نماینده پیشین پارلمان میگوید که مذاکرات میان مقامات حکومت سرپرست و سیاسیون فراری افغان از مدتها پیش آغاز شده بود. آقای مهددی که هم اکنون در افغانستان به سر میبرد و با حکومت سرپرست در تعامل است افزود، مذاکرات میان مقامات حکومت سرپرست و سیاسیون فراری وارد مراحل امیدوار کننده شده که انشالله در آینده نچندان دور شاهد نتایج خوشایند و عملی این گفتگوها باشیم. و افزود که بدون شک افغانستان خانه مشترک همه مردم افغانستان است و هر فرد باید در قبال کشورش احساس مسئولیت کند. منابع محلی به هزار ورد خبر دادند که رنجر حامل طالبان جنرال عبدالرؤوف محتاج رئیس ارکان قل اردوی 209 شاهین در ارتش حکومت سابق را زیر گرفته و کشته است. این رویداد روز جمعه 20 میزان در سرک روزها در حوزه 11 کابل رخ داده است. منابع افزودند که این جنرال باشنده ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا بود و در منطقه خیرخانه شهر کابل زندگی می کرد. به گفته منابع رنجر طالبان پس از زیر گرفتن این نظامی پیشین از ساحه فرار کرده است. برخی منابع گفتند که این حادثه عمدی بوده است، اما مقام‌های طالبان در این مورد چیزی نگفتند. منابع محلی در شهر مزار شریف مرکز بلخ میگویند که طالبان یک برنامه بزرگ تفریحی را در این شهر دقایق پس از آغاز برهم زدند. منابع به هزار ورد تایید کردند که این برنامه تفریحی شام روز پنجشنبه 19 میزان از سوی یک شرکت مخابراتی در ورزشگاه سینا در جنوب شهر مزار شریف برگزار شده بود. به گفته منابع طالبان این برنامه را به دلیل کف زدن و سود زدن برهم زدند. منابع افزودند که نخستین برنامه تفریحی و سرگرمی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بود که برگزار نشد. منابع خاطرنشان کردند که در این برنامه شماری از کمدین‌های مشهور افغانستان دعوت شده بودند. منابع از آن کردند با وجودی که برگزاری این برنامه در هماهنگی با مسئولان محلی طالبان در مزار شریف صورت گرفته بود، اما پس از دقایق این محفل را برهم زده و اشتراک کنندگان را متفرق کردند. طالبان در شهر مزار شریف تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. بر بنیاد برداشت های طالبان، کف زدن و سود زدن حرام پنداشته می شود. منابع محلی در بادغیس از وقوع انفجار در داخل لوای سوم قل اردوی 207 الفاروق طالبان در این ولایت خبر داده اند. منابع گفتند که این انفجار حوالی ساعت 7:55 جمعه شب 20 میزان در پی پرتاب بمب دستی رخ داده است. منابع افزودند که اطلاعات دقیق از تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این رویداد در دست نیست. بر بنیاد گفته های منابع، افراد مسلح ناشناس پس از پرتاب بمب دستی از ساحه فرار کرده اند. طالبان محلی در بادغیس تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند. تاکنون فرد یا گروه نیز مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. رسانه‌های ایرانی از سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این کشور
به لبنان خبر دادند. خبرگزاری صدا سیما گزارش داده که قالیباف روز شنبه 12 اکتبر وارد بیروت پایتخت لبنان شده است. هدف از این سفر حمایت تهران از گروه‌های مقاومت در برابر اسرائیل عنوان شده است. بر اساس گزارش، رئیس شورای اسلامی ایران عصر امروز بیروت را به مقصد سوئیس ترک خواهد کرد. انتظار می‌رود که قالیباف در نشست میان پارلمانی جهانی IPU که قرار است فردا یک شنبه 13 اکتبر برگزار شود سخنرانی کند. و در مورد حمله اسرائیل بر لبنان و حمایت تهران از گروه‌های مقاومت در این نشست سخنرانی خواهد کرد. این در حالی است که چند روز پیش نیز سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در سفرش به لبنان بار دیگر بر حمایت تهران از گروه‌های نیابتیش از جمله حزب الله تاکید کرده بود. منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها میگوید که جرگه قومی در خیبر پختونخوا به دلیل برخی مشکلات به تعویق افتاده است. پشتین روز جمعه 11 اکتبر در بیانیه گفته است که جرگه فردا برگزار میشود. او به دلیل تعویق جرگه از شرکت کنندگان عذرخواهی کرده است. پشتین خاطر نشان کرده که در چند روز گذشته خیمه ها و سایر وسایل آنان به آتش کشیده شد و برخی از وسایل به جرگه نرسیده و به همین دلیل جرگه به روز شنبه برگزار می شود. او افزوده است که در ابتدا 800 جریب زمین برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شد، اما سپس کاهش یافت که این مسئله نیز این جرگه را به مشکل روبرو کرده است. در همین حال منابع به هزار ورد گفتند که باشندگان محل برای پذیرایی از اعضای جرگه خانه ها و باغ‌های خود را آماده کرده بودند. قرار بود این جرگه از روز جمعه الی روز یکشنبه برگزار شود که به دلیل ممانعت پلیس پاکستان به تعویق افتاد. گفتنی است که وزارت داخله پاکستان روز یکشنبه گذشته فعالیت جنبش تحفظ پشتونها را ممنوع اعلام کرد و افزود که این جنبش بر اساس قانون ضد تروریسم این کشور یک سازمان غیر قانونی است.